دو تن از این افراد از جمله همان 31 نفری هستند که در چهارم ماه اوت پارسال در شهرهای کابل کندهار از سوی افراد وابسته به داعش ربوده شدند. از این 31 نفر یکیشان در همان آغاز رها شد. 19 تن در نتیجه دخالت حکومت آزاد شدند، یکی دیگر در شبید قربان از بند نجات یافت و 5 تن را هم گروگانگیران کشتند. در نهایت دوشنبه پیش بود که 5 نفر باقی مانده هم رها شدند. اینا لاتکوب میکردند، بی نهایت ظلم و ستم بسیار زیاد بود. اگر و هر وقت ما رو تهدید میکنن که شما رو امروز میکشیم، فردا میکشیم، اگر دولت شما رو تبادله نکنه ما شما رو همتون سرایتون رو میبریم. در حالی که حکومت پیشتر از آزادی 8 فرد از جمله 31 نفر، آنم در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی سخن گفته است، این افراد آزاد شده میگویند که آنان 5 نفر بودند و 3 نفری که با آنان آزاد شدند از جمله 31 نفر نبودند. از سوی هم این افراد دخالت نیروهای امنیتی را در آزادیشان رد می کنند. آنان تاکید می ورزند که به دنبال درگیری میان داعش و طالبان در ولایت زابل، افراد طالبان به پناهگاه آنان دست یافتند و این طالبان بودند که همه‌شان را آزاد ساختند. وعده ما خلاف چیزی که جناب فهیمی سم میگن، وعده خالی نیست و مصداقش عملیات های ماست و قربانیست که برای رهایی شدن. 19 نفر از یک طرف، 8 نفر دیگه امروز رها نمی بودن اگر ما مسئله رو جدی نمی گرفتیم. ما را که آزاد کردن، طالبان آزاد کردن، 5.5 بجه بودن به مجایی که بودم، از اونجا ما را انتقال دادن، کلیر دادن با ما، گفتن بسپای خدا واس کنیم. و بدین سان بزرگترین ماجرای آدمربایی که ماها همگان را به خود مشغول داشته بود پایان می‌یابد. هرچند تهدیدها همچنان در مسیر شهرها در کشور بر جایند و نیاز به تامین امنیت در این بخشا بیشتر از پیش مطرح است، زیرا شاید گروگانان دیگری هم به دور از دید رسانه‌ها و مردم در بند باشند.